پیغمبر نشستن سطر اسلام، محضرشون اصحابشون نشستن، دست مبارکشون رو بردن بالا، اللهم لقنی اخوانی، خدایا برادرانم رو به دیدار من برسون، اللهم لقنی اخوانی، خدایا برادرانم رو به دیدار من برسون. اصحاب اونجا نشستن گفتن آقا مگه ما برادران شما نیستیم؟ ما که محضر شماییم. عزفم نه، لا، شما برادران من نیستیم، اندقم اصحابشون یاران من. بعد برادران رو تعریف کنیم، کیا برادر امام زمان، کیا برادر پیغمبر خدا هستن؟ و اخوانی قومون فی آخر زمان، برادران من کسانی هستن در آخر زمان، آمنو به من ایمان آوردن، ولی ولم یرونی، من ندیدم، لقد عرفنی هم الله و اسماهم و اسما آباهم من قبل ان یخرجهم من اسلاب آباهم و ارحام امهاتهم، اسماشونو به من گفتن، اسم پدرانشونو به من گفتن قبل از اینکه اینا از اسلاب و ارحام پدرانشون به دنیا بیان، من همه اینا رو میشتستم. لأحدهم اشد بغیتن على دینه، اینا شدید العقاب، ثابت قدم بر دینشون هستن. با دو تا مثال، من خرط القطاد فی لیلت الزملا او کالقابز على جمر القضا، دو تا مثال میزنه از زن میخواه، اینا ثابت قدم تر از دین هستن نسبت به کسی که خرط القطاد رو لمس میکنه. خرط القطاد یعنی تیغه هایی که بسیار درشته و این رو با دست لمس میکنن، یعنی این سختی ها وجود داره ولی اینها از دینشون دست بر نمیدارن. او کلقابز علا جمر القضا، قضا یه درختیه که چوبش وقتی آتیش میزنی آتیش در خودش مدت طولانی نگه میداره و پرحجم آتیش رو نگه میداره، میگه اینا از نگه دارنده قضا در دست خودشون محکمتر هستن. او چجور آتیش رو در خودش نگه میداره؟ اینا همینجور دین رو در خودشون نگه میدارن. حضرت با این دو مثال بخواب بفهم اینا خیلی آدم ها ثابت قدمی هستن. اولئک مصابیح الدجا، اینها روشن کننده ها، چراغ های روشن کننده هستند. ینجیهم الله من کل فتنه قبراء مظلمه، خدا اینا را از هر فتنه نجات میده، ثبات قدم دارن و آخر زمان هستند. از وجود ناصرین از زین العابدین میخواد بفهمه که اونایی که ثابت قدمه در غیبت امام هستن رو میخوایم مقایسه کنیم، ارزشیابی کنیم، ارزش گذاری کنیم، ببینیم اونا معادل چه کسانی هستن. من ثبت علی موالاتنا فی غیبت قائمنا، کسانی که ثابت قدم هستن بر ولایت ما در زمان غیبت قائم ما، اعطا الله عز وجل اجر الف شهید من شهداء بدر، معادل هزار شهید در جنگ بدر و احد خدا به اینها اجر عنایت میکنه، به یه دونشون معادل هزار شهید بدر و احد. بدر و احد شاخص است، همه اونایی که در اسلام در صدر اسلام میخواستن به هم تفاخر کنن خودشون رو معرفی کنن میگفتن ما بدری هستیم، یعنی ما در اول جنگ شرکت کردیم، ما احدی هستیم، سابقه داریم. ما سابقه داریم. و وقت حضرت میکنند اونایی که موالات بر قائم ما دارن، بر امامت قائم ما دارن در دوره غیبت، معادل هزار شهید بعد و احد ارزش دارن از نظر اهل. اگر کسی بتونه این سختی ها رو برش قالب بشه و ثابت قدم دربال ها نگذره، یعنی درست باقی بمونه. وقت امیر علیه السلام میفهمه اینا آدم های خوش ذاتی هستن، یعنی بر مبنای فطرتشون هستن. یا علی، پیغمبر به امیرالمومنین فرمودن یا علی و علم ان اعجب الناس ایمانا و اعظمهم یقینا، شگفت انگیزترین انسان ها از نظر ایمان و با عظمت ترین اونها از نظر یقین، قوم یکونون فی آخر الزمان لم یلحق النبی و عجبتهم الحجه، اینا کسانی هستن که پیغمبر رو ندیدن، امامشون هم غائبه ولی فآمنوا، ولی اهل ایمان هستن، ایمان آوردن، به سواد علی بیاض، به واسطه مرکب هایی که رو سفیدی هست، یعنی به واسطه خواندن قرآن و روایات ایمان آوردن، ندیدن معجزه.
اینا کسانی هستن که در دوره آخر زمان ثابت قدم بر امامت امام عصر علیه السلام هستن. بنابراین همه رد نمیشن، باقی میمانن یه ده.